مبینا جون، به عنوان کسی که اولین بار کیک پرتغالی داره میخوره چه نظری داری؟ بچه ها خیلی خوشمزه است واقعا. مثلا این سوسش رو میبینید این روشه، خیلی جذابش کرده. عطرش چی؟ عطرش رو یه دیگه نگم براتون. اگه دوست دارید آموزشش رو یاد بگیرید این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. خدافظ. بذارید ما بخوریم. سلام دوستان عزیزم، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز من به مناسبت اومدن دختر خالم میخواستم کیک پرتغالی درست کنم. البته فکر نکنید که خورده یا دوست داره، هیچ کدوم از اینا نیست. من بهش پیشنهاد دادم که این کیک رو درست کنم و بخوره و نظرشو به من بگه، چون من خیلی دوستش دارم و به نظر من خیلی خوشمزه است. کسایی که کیک های شکلاتی دوست ندارن یا کیک هایی که کافئین داره مثل نسکافه و اینا، این به نظر من بهترین گزینه است. یه کیک راحت و آسون و خوشمزه و عالی. دیگه هر چقدر از این کیک من بهتون بگم کم گفتم. قبلا آموزشش رو گذاشتم، ولی از اونجایی که خب ویدیوهای قبلی که من میگرفتم خیلی اونجوری سبک خاص خودش رو داشت، گفتم دوباره براتون ویدیو بگیرم تا این ویدیو رو نگاه کنید و درست کنید و نظرتون رو برام حتما اگر درست کردید داخل کامنت بنویسید، ممنون میشم. چیزی که ما احتیاج داریم برای کیک پرتغالی با سسش، ما نیاز داریم به شکر که دقیقاً یک پیمانه و میشه گفت 3/4. الان من دیگه همه ریختم داخل این زر، دوباره نمیخوام اندازه بگیرم ولی دقیقشو دارم بهتون میگم. اگر پیمانه استاندارد دارید از پیمانه استاندارد، اگر ندارید هیچ ایرادی نداره، از یه لیوان فرانسه استفاده کنید برای کل پیمانتون. یعنی اگه قراره روغن رو اندازه بگیرید با همون باشه، آرد رو اندازه بگیرید یا شکر رو با همون. من الان اینجا 1¾ پیمانه شکر ریختم به همراه 4 تا تخم مرغ. من حالا چون تخم مرغ روز نداشتم، از تخم مرغ محلی هم استفاده میکنم، ولی خب محلی ها رو باید دقت کنید بچه ها. بعضی وقتا میبینید نه اینکه خراب باشه، این محلیه دیگه، باید خودتون دیگه اونایی که محلی میخورن میدونن. بعد یکم اینجوری، من چون دیگه تازه است اینجوری اضافه میکنم، وگرنه یعنی حتما توی یه ظرفی بشکنید. خب 4 تا تخمه مرغ و شکر. حالا من این دوتا رو قشنگ هم میزنم و بعد چی نیاز داریم؟ پوست لیمو ترش، میگم لیمو ترش، پرتقال تازه، یعنی اون پرتقالی که قرار آب بگیرید برای این کیک استفاده کنید، قبلش پوست بکنینش با رنده و دقت کنید که قسمت سفیدش به هیچ عنوان نباشه، چون باعث تلخی کیکتون میشه. من حدودا یه قاشق غذاخوری سرپر، من اول اینو هم میزنم، بعد به جای وانیل از پوست پرتقال استفاده میکنم. بچه ها ببخشید سرصدا زیاده. ببینید اینجور که میبینید قشنگ شکر با تخم مرغ حل شد. ببینید حالت کرمی داره. خب حتما هم دورگیری کنید ظرفتونو که بوی زخم تخم مرغ نگیره کیکتون. بعد از اینکه قشنگ هم زدید، حدودا میشه گفت 4 دقیقه تا 5 دقیقه، من حالا یه ذره زودتر چون دور تند هم زدم زودتر خاموش کردم، حالا پوست پرتقال رو اضافه میکنم و هم میزنم. بچه ها چون دیگه سر صدا میشه این قسمتش هم بهتون بگم. اینجا ما گفتم اگر پیمانه استاندارد که با این اندازه گیری کنید، اگر نه حتما لیوان فرانسه. 2.5 پیمانه من آرد داخل این ظرف علک کردم. قشنگ که 3 بار علک کردی بهش بیکینگ پودر اضافه کنید. بیکینگ پودرم باید حدوداً یکی رو باز کنم. خب ببینید سر خالی ها را نه خیلی سر پر. من از اون معذرت میخوام، وسط ویدیو قطع شد. بچه ها حدوداً 2 تا قاشق سر خالی بیکینگ پودر نیاز داریم. بعد بیکینگ پودر رو که ریختید با علک قشنگ اینجوری علکش کنید. چون شاید کپشن رو نتونید بخونید دوباره بهتون میگم. 2.5 آرد، 2
قاشو سرخالی بکین پودر. من الان اون پوست پرتقال رو قشنگ هم میزنم و بعد زمانی که دارم هم میزنم 3/4 پیمانه روغن مایه اضافه میکنم. حقیقتش قبل از اینکه موبینا بیاد میخواستم این کیک رو درست کنم ولی روغنمون تموم شده بود دیگه. بعد با هم رفتیم خریدیم و اومدیم الان دیگه دارم درستش میکنم براتون. و گفتم ویدیو هم بگم شما هم ببینید. ببینید اینو که علک کردم کنار گذاشتم آماده است. اینو خوب هم میزنم بعد روغن مایه رو بهش اضافه میکنم و هم میزنم با همزن. چرا؟ چون که روغن رو اگر بخوای هم بزنی، اگر با لیسک و اینا بخوای هم بزنی خوب قشنگ با موادتون هم نمیخوره، روغن میره کفش. به خاطر همون زمانی که این پوست پرتقال رو هم زدم اینم بهش اضافه میکنم. دیگه رسیدیم به قسمت خوب ماجرا. بعد پوست پرتقال یه جوری که وقتی هم میزنید با این چیز با همزن میره به پرهاش گیر میکنه. اینجوری حتما سعی کنید که اون پوستای پرتقال رو از پره جدا کنید. بچه ها جونم براتون بگه خیلی ها مثل من ذوق دارم ببینن که موب چی شد. متاسفانه من قبل از اینکه الان بیام خونه رفته بودم بیرون به خاطر یه سری از همین کارهایی که باید انجام میدادم. رفتم برای مو، بعد خب یه قسمتی از کارو عادل داره انجام میده و عادل دیر کارو برد گوشه مبلو که قرار بود اون قسمت چوبیشو بیایم چیز کنیمش مبل کنیم اونو دیر انجام داد. دیگه دیر برد و امروز رفتم هنوز مبل منو دست نزده بعد از یک ماه خورده‌ای که شده. دیگه خودتون شاهدین من از که این مبلو دادم هنوز دست نزده ولی گفت اگر بشه به امید خدا بعد هفته دیگه امکان داره که مبل منو شروع کنه و بخواد انجام بده. امیدوارم که بشه. بعد یه خبر خوشه دیگه، حالا اون اینقدر من ناراحت کرد، این خبر به نظر من خوش بود. چرا که پرده که سفارش دادم حاضر شده، حالا بهتون نشون میدم. بعد از اینکه کیکو گذاشتیم داخل فرم روشن کنید، زمانی که هم زدنتون شروع میشه همه وسایل رو گذاشتید دارید این مراحل انجام میدید، فرم روشن کنید که گرم بشه. بچه ها آردو که علک کردم به همراه بیکینگ پودر دارم بهش اضافه میکنم. ما آب پرتقال طبیعی هم داریم که آب گرفتیم. خب آب پرتقال هم باید دقیقا 3/4 همونطور که روغن 3/4 پیمانه بود آب پرتقال هم 3/4 پیمانه است. ببینید همزمان که آرد رو اضافه میکنم کم کم این آب پرتقال هم اضافه میکنم. بقیهش هم احتیاج داریم ما نمیشه بخوریم. اینو کم کم اینجوری علک میکنم که گلوله گلوله نشه و با این دیگه با لیسک هم نزنیم چون یکم به سختی هم میخوره مواد مخلوط میشه. با از این همزن دستی رو هم بزنیم. ببینید کم کم که اینو دارم اینجوری هم میزنم اینم اضافه میکنم. دیگه نیازی به شیر نیست، این آب پرتقال جای شیر رو میگیره. همینجوری تا آخر این کارا رو ادامه بدیم. اینجوری آروم آروم هم بزنیم که گلوله نشه. دیگه که جونم براتون بگه حالا دیگه من اینقدر این درست کردم دیگه واردم واردم اون سری همی کار کردم. بذارید اینو که اینجوری کم کم هم بذارید. بچه ها یه چیزی یه کاری اینجا داریم حتما دوست دارید که خیلی ها میگن که بلد نیستیم که کیکمون رو راحت از قالب در بیاریم. برای این کار ببینید نیاز به کره دارید. خب من یه راهی همیشه یه ذره اینجوری کره تو این قالبای چیزش میذارم. ببینید اینجوری به این شکل قشنگ من قالب و کره مالی میکنم. ببینید اینجوری قشنگ دیواره ها این. حالا اگه مثل من از این قالبایی دارید که اینجوری قشنگ شیار داره باید قشنگ با حوصله همه جاشو اینجوری کره مالی کنید وگرنه زمانی که میخواین کیکو در بیارین کیک راحت از قالب در نمیاد. خب حالا میگم چرا آردو من همه رو نریختم، چون اینجا بهش نیاز دارم. ببینید اینجوری این از این قشنگ کره مالی شد. حالا
یه کوچولو آرد رو توش علک میکنم. اوه خیلی زیاد شد. نگاه کنید اینجوری، ببینید این حالتی قشنگ به همه سمت قالب آرد میپاشونم. روغنم میشه زد نمیشه؟ روغن میدونی، روغنم میشه زد، ولی به این خوبی فکر نکنم خیلی راحت در بیاد. با کره خیلی بهتره. ببین الان جاهایی که من کره نمالیدم، مثل اینجا، ببین اینجا الان امکان داره راحت در نیاد قالبم. دوباره زره اینجوری کره مالیدم و یکم این آرد رو اینجوری میپاشونم. ببین دیگه الان بخوای نخوای این قشنگ کامل در میاد. اینم از این، اینو میذارم کنار. الان دیگه به هم زدنم ادامه میدم. قالبم هم حاضره. خیلی اصلا کیک راحت و خوشمزه‌ایه، مخصوصا تو این فصل که پرتقال هست. یعنی خیلی راحت شما میتونید یک کیک خوشمزه با طعم میوه درست کنید. حالا میوه‌ای ها اکثرا خوشمزه، مثلا من کیک لیمو ترش رو خیلی دوست دارم، خیلی. یعنی به نظر من جزو کیک های عالی و خوشمزه است. بعد اینم همینطوری، این پرتقالی هم حالا نمیدونم نظر مبینا چیه، درست کنم ببینم برای اولین بار میخوره چه لذتی داره. مثل آب کرفس فکر کنم دوست دارم. آره آره آب کرفس، در مورد آب کرفس گفتی. بچه‌ها مبینا هم قبلا میگفت دوست ندارم، یعنی خوردم خوشم نیومد و اینا. بعد اینجا من یه روز درست کردم، گفتم به خدا منم همین نظر داشتم، ولی درست کردم مثلا خیلی دیگه خوشم میاد. مثلا آب پرتقال، آب هویج که دوست دارم، اونم دوست دارم. بعد مبینا هم خورد خیلی خوشش اومده بود. خب ببینید این از این دیگه، این میره تو قالب ما. این قشنگ دورگیری میکنم که اینجوری چیز نشه، گلوله گلوله نشه یا یه سری مواد قشنگ هم نخوره. خب این هم هست، این هم آرد اضافه رو بگیرم. خب بچه قالب، الان نمیدونم اندازه این قالب چقدره، ولی قالب تو کیک خیلی مهمه. چون قالب من خیلی اینجوری بزرگه، ارتفاع کمی داره ولی اینجوری بزرگه، مدت زمانش با این قالب برای من با فر منم دقیقا 40 دقیقه زمان برد، تا 40 تا 45 دقیقه زمان میبره تا آماده بشه. ولی قالبای مختلف، فرای مختلف، اصلا این تایم خیلی متفاوته. حتماًم باید خمیر این کیکتون 2/3 قالب رو بپوشونه. اگه خیلی زیاد بیاد بالا بعد سرریز میشه، پف میکنه، سرریز میشه. الان اینم خیلی پف میکنه، بعد که دیگه از فر در بیارم به نسبت میاد پایین. حالا واسه این که هوا گیری بشه، ببینید اینجوری ضربه بزنید بهش، ببینید هوای داخلش خالی میشه. خب میذارمش تو فری که از قبل گرم کردم به مدت حدودا 40 دقیقه تا 45 دقیقه. سر 40 دقیقه با سیخ چوبی امتحان میکنم، اگر به سیخ نچسبید خمیرش، کیک اون حاضره. خب دوستان قشنگم، میرسیم به قسمت سس. برای این کار ما نیاز داریم اون آب پرتقال طبیعی که گرفته بودیم و یه پیمانه، دقیقا هم یه پیمانه میشه، یه پیمانه آب پرتقال طبیعی. بچه ها شاید خیلی ها دسترسی نداشته باشید بگید که مثلا با این سنیچ ها میشه یا نه. به نظر من با خود آب پرتقال طبیعی امتحانش کنید. من با سنیچ امتحان نکردم، هیچ نظری هم ندارم. این چیزه، پودر ذرت. خب برای اینجور سوسا ازش استفاده میکنم، برای کیک و اینا، چون نهایت لطیفی به اون سس میده. اینم 2 قاشقه، پس یه پیمانه آب پرتقال طبیعی، 2 قاشق پودر ذرت و 2 قاشق هم شکر. حالا شکر دیگه کامل سلیقه‌ایه، امکان داره که آب پرتقال تو یکم ترش باشه، بخواید شکر رو بیشتر کنید. من حرارت رو روشن میکنم، اون متوسط باشه، چون به هر حال این پودر ذرت باید قشنگ به عمل بیاد. و مدام با این همزن دستی هم میزنم تا به غلظت برسه. غلظتش هم مثل شبیه، آره مثلا فرنی یا عسل، مثلا یه حالت اینجوری سفت میشه، از این حالت مایه کامل در میاد. همینجوری مدام باید هم بزنیم، حدودا یه 5 دقیقه تا 10 دقیقه. تو این فاصله هم میتونید به مبلی که آماده نشده فکر کنید. ولی خدای خیلی عالم گرفته شد، گفت اصلا دست نزدم تازه این هفته.
امیدوارم که درستش کنه دیگه، امیدوارم خوب در بیاد. بعد از این همه مدت نمیتونستم برم اونجا داد و قال را بندازم، مثلا مبلو بگیرم، واقعا این کارم نمیشد. یعنی شاید کسی جای من بود این کارم میکرد، چون دیگه واقعا بدقولی بود. من زمانی که پرسیده بودم گفته بودم 15 روزه، ولی الان یک ماه خورده ما مبل نداریم. نه اینکه خودم راحت نباشم یا خجالت بکشم مهمون دعوت میکنم، ولی واقعا سخت رو زمین نشستم. وقتی یه مهمون میاد که عادت داره رو مبل بشینه، براش سختی یا کمرش درد میکنه، من معذب میشم که خونم بود. پس نه آره واسه همون دوستاشم نه، ولی یکی از دوستام، یکی از دوستای همین یوتیوبم هم برگشته بود گفته بود که ستاره جون مثلا میخواستی هیچکی نه، ولی توی این مدت همه اومدن. گفتم تمام همه اومدن. نه همجوری هم باید بزنم دیگه، بزن زمان میپره تا به غنزت برسه. ولی اون چیزش انگار قشنگ حل شده توش. آره آره، با این هم زن بزنی چون سرده کامل هم میشه، هم زده میشه. بچه ها این سس پرتقالمون ببینید به کاملا به غلظت رسیده. الان این زیرش هم که حرارت رو خاموش کنم سرد میشه، غلظتش بیشتر هم حتی میشه. ما یه تستی کردیم با انگشت، اینجوری تست کردیم، خودتون هم تست کنیم. اگه فکر کردید پرتقالتون ترشه، دوست نداری اون ترشیو، شکر بیشتر بریزید. ما شکر بیشتر ریختیم، 4 قاشق شکر ریختم. این دیگه کامل سلیقه‌ای، الان دیگه کامل آماده است. میذارمش کنار که کیکم آماده شد، اینو روی کیک بریزم. میخوایی چیز بیارم؟ چاقو؟ نه نه نمیخوام، راحت. نونای گوگولی گرفتیم بچه ها. ما بینا ببینید چه گل زیبایی برام گرفته، برای مریم هم گرفته بود، برای مریم آبی بود. آره خیلی خوشگله. دست خیلی خاله بیا بوست کنم. خیلی بیا دیگر بوست کنیم مثلا. من دختر خالم شما همه. بچه ها خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم، دستش در نکنه. تا کیک حاضر بشه آب گذاشتم جوش بیاد. این فکر همه جا رو کردم، یه چایی با اون کیک خیلی میچسبه. عادل و مشتبا مثل همیشه دارن کار میکنن. امشب دیگه ما دیدیم که نه، اونا زنگ زدیم که زود بیایم با هم غذا بخوریم، بعد بریم ادامه کارتون رو انجام بدیم. ولی گفتن نه ما کار داریم، یه چیزم خوردیم. گفتم باشه، اولویه درست کرده بودم. حالا که شما یه چیز خوردین، ما هم یه قسمت از شما میخوریم، یکم انرژی بگیریم و بعد بریم. چون مشتبه خیلی کوکو سبزی دوست داره، برش کوکو سبزی هم میخوام امشب درست کنم. حالا اگه اومدن، میدونم خیلی دیر میان، حالا اومدن هم اولویه بخورن هم کوکو سبزی. ولی دیگه ما منتظر نمونیم دیگه، چون واقعا این نمیشه هست 3 شب تازه این حجم از غذا بخورم. صادقانه گفتم ما خوردیم. آره گفتم خوردیم و شما بخوریم، ولی ما هر دفعه منتظر میموندیم. میگفتن خوردیم، بازم منتظر میموندیم. دیگه الان جاتون خالی، اولویه مشتی بزنیم. خدا خیلی خوشمزه. نوشیدنی. آره دیگه ستاره فود اصلا کلا چیزای خوشمزه درست میکنه. عادی درست میکنه. جای همسرامون هم خالی. کاش بودن بیشتر میچسبید به ما. حالا که نیستن به جاشون لقمه میگید. بیشتر میچسبه. هی نوشابه نیست، نوشابه. مولویه نوشابه خیلی میچسبه. ولی یه چیز میگم شاید بخندید. من با اولویه سیرم خیلی دوست دارم، نمیدونم چرا. خیلی هم میریزن داخلش. توش نه اینجوری سیر، حبه سیر رو خیلی اصلا داخلش هم میریزن. خیلی دوست دارم، خیلی نمیدونم چرا. یاد اون موقع تولد افتادم اولویه درست میکردم. آره واقعا اولویه یه غذای خیلی راحت بود، در تولدم چه درست میکردم. یادم شما واقعا با اولویه سیر میخورین، یادم من خیلی دوست دارم. جاتون خالی بفرمایید. این هم از کیک جذابمون. بچه ها مشغول غذا خوردن بودیم، تایمش هم رو 40 دقیقه گذاشتم، ولی چون فر من از قبل بیشتر داغ شده بود، یه گوشش نه اینکه آره سوخته باشه خیلی، ولی یکم طلایی تر شده، نه سوخته، چون بوی سوختم نمیده. ولی خب در اصل باید اینجوری باشه. ببینید اصلش اینه که
یه سمتش یه ذره فکرم حرارت بیشتر بوده، یه سمتش اینجوری. به هر حال تایمو خیلی دقت کنید، میخواید اگر دارید با همین قالب میذاری همون 40 دقیقه رو در نظر بگیری، اما فرو خیلی زودتر گرمش نکنید. اینم از سسمون که دوباره کوچولو گذاشتم داغ بشه که راحت تر بتونم روی این کیک بریزم. یه مقدار که بمونه خودشو میگیره و سفت میشه. حالا تا ما ظرفا رو میشوریم و بعد میریم برای نصب پرده، اینم قشنگ خودشو میگیره و چای میریزم. یه برش زیبا ازش رو بهتون نشون میدم که ببینید چه جوری میشه. خیلی هم عالی. آره این قالبا خیلی خوبه برای تزیین کیک، چون برمیگرده بعد میتونی اون قسمت داخلیشو هر جور که دوست داری مانور بدی. حالا میتونی با همین سس یا حالا هر کیکی یا هر کیکی درست کنی، روش رو میتونید با هر چیزی تزیین کنید، خیلی راحته. حالا این بمونه، بریم کارمون رو انجام بدیم، بعد چای بریزم بخوریمش. من نمیدونم چجوری اینقدر تعامل کردم که به همه کارام برسم، باید این پرده رو بیام نصبش کنم. کمک میخوای من بیام کمک کنم؟ نه نه همینجوری من خودم انجام میدم. خب خدا رو شکر که عادل چیز کرده، این اسمش چیه؟ پدره رو پاک کرده و اگر باید میموندم عادل بیا اینو گیره پاک کنم، شاید خاک داشته باشه. اینو بذارم شجور بذارم اینجو بذارم. خب حالا عادل قراره برامونه چیزم درست کنه. چی؟ اون چی درست کنه؟ از اونایی نه خب نداره کنه چیز خب کرده نزنی به اون چیز بجای درست کرده میشه خرابکاری نکنی. خب خب یکی رو اصلا اینو پاپ برداره عادل دیگه، اینو نمیخوای مثلا ببین هر دو تا چیز میپردش اینجا این دو تا رو نمیخواد. هر دو تا دیگه کدومه؟ دو تای دیگه یه دونه برای زیر پرده شو که من نه زیر پرده رو نمیخوایی مگه؟ مثلا نمیذارم زیر پرده واقعا؟ خوشم نمیاد دوست دارم نور بیرون بیاد داخل. حتی این چیز این پرده که افرایی هم همیشه همینجوری میبندم، دوست دارم نوای بیرون رو چون ببینم. چه کاری بگیر اینجوری میگردم اینم میشورم، چون بچه ها اکثرا نظر داده که اینو بشورم پانچش کنم و استفاده کنم. اینو حالا دیگه این دیگه واقعا خاک داره. دفعه من تو تلویزیون میام تلویزیون پنجره افتادم. آره اینو میذارم کنار. آره پنجره رو خدا رو شکر عادل اون سری تمیز کرده بود. بعد اگر بتونه بیا چیز میکنم این اینم اونجا میگم که بیاره دیوار خوب انجام بدی بکنم خیلی خوشگل بشه این سر. بچه ها خواهش میکنم میشه لطفا نظر واقعیتون رو بگید، بگید که این بهتر بود یا اون پرده قبلیه. ولی اگر هم نظرتون اون باشه فقط میتونم بگم که خب دیگه مثلا این قشنگ نیستش نهایتش، وگرنه اون رو دیگه نمیتونم برگردونم، قراره از این به بعد اینو استفاده کنم. یه موقعی هم واسه تنوع اون پرده رو پانچ کنم استفاده کنم. ولی ازتون خواهش میکنم نظر واقعیتون رو به هر حال به هم بگید. فکر کنم اینو ما موبیم باید اینجا اول چیز کنم. چی کنی؟ اینجوری نصبش کنم بعد ببرم بالا. آره دیگه اونجوری بگن نه بالا که نمیتونی ببری بعد هم بزنی. آره من اینجا یکم سخت میشه. بعد نوشته که مبارک بهترین ستاره، برام یاد داشتم گذاشتم تو پرده. از زمان بره یادم به بچه منتظر میمونی میدونی فکر کنم یکی هم با تازه اون بر بمونه. کدوم بر؟ دو تا صندلی هم بذارم این پاف رو بذاری من میتونم باهات بگیرم بذارم والا. خب پاف رو بیاری. چرا صندلی ما بزنه صندلی ازاتو نداریم؟ اصلش میگن مثلا
میخواستم 7.5 متر بکنم میخواستم دیگه، یادتون باشه گفتن که ولی اگه 9 متر و نیم بگیری چین بیشتری میکنه قشنگتر میشه. حالا امیدوارم که خیلی خوشگل بشه. تا اینجای کار خودم هم نمیدونم چی جور شده. نقشش کم بود، پایینش بود نقش داره، بالا کم. من یه ندیده بودی؟ چرا دیده بودم؟ حالا بذار بره بالا بعدا متوجه میشی. نه دیگه پایینش هست دیگه، پایینش رو آره میدونستم. خب اینم از پرده زیبا. آره حالا فعلا ما این چین چین و چون صدا بیشتر باید بدیم برا این بر؟ آره یکی دیگه، یه خونه دیگه بیا این بر، مثلا یه دونه پانچه دیگه بیا، یه دونه دیگه بیا، دو تا این بر باشه. آره آره آفرین درست کن. این الان بیشتر میشه وایسا، ببینم چطور شد. خب اینجوری همه نزدیک به هم بده ذره بچه، اینجوری قشن بوده این با درستش کنم. نیست که اون سفید میده الان یه و این، ولی خیلی خوشگله از نظر من، یعنی حتی تو گوشی هم خیلی خوشگل به نظر میاد. حالا میدونی اون چون مبلم توسیه دیگه. آره. ولی ببین اگه این زیر پرده الان باز مرتب نیست، بالاشو باید قشنگ درست کنم. میخوام از عقب بیام ببینم چی شکل شده. من بچه ها میدونن تو اون ویدیو گفته بودم دوست داشتم این قسمت اینجوری سفید زیادش بالا باشه، ولی خب نبود دیگه این مدل. آره دیگه مبلم بیاد فکر نکنم اونقدر زیاد مشخص بشه. اصلا معلوم نمیشه واسه همون بودم اون پایینش برام مهم نیست دیگه. بودم بالا الان ما برم بالا رو مرتب کنم. ولی خیلی خوشگله. چطور شده؟ خوب شده؟ آره. عالیه. قشنگ شده آره. حالا به بعد اون بیاد دیگه. بعد مبلم بیاد یه ذره. ببین الان نمای بالا شو بذار اینجا نشون بده. این دیگه بکنم اینجوری نجور بشم یه ببنده. چون دیگه خیلی نازکه مثلا. نه نازک نه، به خاطر اینکه ببین زیرش سفیدیش قشنگ چیز آره بشه. آره مشخص میشه. ببین آره خیلی خوشگله. اصلا یه ساده است دیگه. مبارکه. قربونه مرسی دختر خاله. باید بالا سالا درست کنم. خیلی کار داره. اصلا به نظر شما چطور شده؟ همونی دیگه. حالا اگه اینا یه موقعی هم بچه ها ستاره به من گفته چون تو رو خیلی دوست دارم و دختر خاله خوبی هستی قراره اینو عادل بر من درست کنه اینو. خب گفته اینو بر من درست کنه دیگه. همونطور که سیمین آینه میخواد منم تا عید اینا دیگه، یعنی منو کشتن عادل جان. تو وسایل های کارهای خونه خودتو نکن که اینا همشون سفارش دارن. آره اصلا این خیالشون نیست من دارم هرس میخورم. ببین مجبور نبودی شعر هنر من آره مجبور بودم دختر خاله مجبور بودم. خب با مرتبش کنم دیگه. ببین قشنگ اینجوری حالا از تو میدونستم دیگه توسی داره دیگه، یه مقدار از اون سفیدی در اومد خونه. خیلی خوبه بچه ها. دوست داشتم اینجوری هم دوست دارم. حالا اینم تنوع دیگه عالیه. یعنی اصلا آره خیلی از نظر من زیبا. حالا بذار بقیه چیزا هم بیاد بچه ها، نظرتون رو بنویسید. تو خدا برم خسته شد. آره نفسم گله. آخه این بار یک کار دو نفر است دیگه، تنهایی نمیشه انجام داد. الان بچه ها میگن چرا پس دختر خاله. نه دختر خاله هم اومده تو این یکی تیکه کار رو گرفتش بعد کی فیلم بگیره. آره بعد میدونی یه چیزی من تو اینترنت دیده بودم، اون چیزا میذارن حالت ابریه که خوب آره بمونه. آره خیلی خوب میشه اون ستا. اینجوری هم خیلی خوبه. ببین اینجوری میشه مثلا مساوی اینا میمونه. آره آره حالا شما اون کارم کردم حالا با این دیگه تو حالا جا بیفته دیگه. خب همینقدر جدی؟ آره میدونی تا این پرده بهش عادت کنم یکم زمان میبره. اون ببینید بچه ها چه خوشگله بود. آره خیلی خوشگله دوستش داشتم، ولی همون جور که خودتون هم دو ویدیوهای قبلی دیدین گفتم دلم میخواست اون ترش خیلی زیاد باشه. ترش پایین خیلی زیاد و سفیده، بالا که میشه کمرنگ میشه. من دوست داشتم پررنگ باشه من، ولی با همین
اطلاعات این پرده رو گرفتم از جای ناراحتی نیست. بازم کیکمونو یه برش بزنیم. برش کیکو ببینید. دیدید؟ دلتون خواست؟ اگر دلتون خواست درستش کنید، بعدم نظرتون رو برام بنویسید. آدرینا هنوز نیومدن. ما میام بعدم اونم میخوریم. فقط عطرش رو ببین ببینیم. یه چایی بزنیم. خستگیمون در بره. بچه ها مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. ممنون که از کانال من حمایت میکنید. اگر خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید ویدیوهای من برای شما نشون داده بشه. من مثل همیشه از شما ممنونم که از کانال من حمایت میکنید تا رشد کنه و زودتر به هدفم برسم. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدارتون.